ببخشید کارت پروازتون رو میتونم ببینم یا میتونم این چمدون رو با خودم ببرم تو پرواز؟ چقدر باید هزینه اضافه بدم به خاطر اضافه بارم که با خودم آوردم؟ جمله رو چجوری باید به انگلیسی بگیم؟ اگر که میخواین با پارت دوم جملات مربوط به مسافرت هوایی همراه ما باشین، این ویدیو رو تا ته ببینیم. سلام بچه ها، من میسا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش باشه، دلتون خندون باشه، سرتون سلامت باشه. امروز پارت دوم ویدیوی مسافرت هوایی رو داریم براتون. تو پارت اول اگر یادتون باشه راجب چیا صحبت کردیم، اینکه چجوری بلیت بگیریم و مثلا رسپشن از ما چی میپرسه، ما چی میگیم، یه بلیت میخوام واسه فلان جا، پرواز کی میشینه، پرواز کی بلند میشه، راجب اینا حرف زدیم. تو پارت دوم که ویدیو امروز هستش میخوایم راجب یه سری مکالمات دیگه صحبت بکنیم با هم، مثل اینکه مثلا مطمئنم بارها شده مثلا رفتیم تو پرواز گفتن ای اضافه بار داری، بعد خورده تو ذوقت گفته ای وای حالا چیکار کنیم، بعد مثلا نمیدونستی ببینی مثلا بهش بگی که آقا من چقدر باید اضافه بار پرداخت بکنم، این جمله ها رو نمیدونستیم. امروز میخوایم اونا رو باهاتون کار بکنیم. اما بچه اگر دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش رو هم روش کلیک بکنید، شما اولین نفری خواهیم بود که ویدیوهای ما رو میبینین، یعنی تا براتون ویدیو میذاریم سریع میایین و ویدیو رو میبینین، کلی چیز ازش یاد میگیرین و لذت میبرین ازش. پس حتما توی کانال ما سابسکرایب بکنید. خب تاپیک چیه؟ مکالمات کاربردی در فرودگاه پارت دو. خب بریم بچه سراغ جمله های این سری که من براتون 11 تا جمله برای این سری آماده کردم، ولی باز جمله های بیشتری هم خواهیم داشت تو ویدیوهای بعدی. فعلا پارت دو رو ببینین، چیز می زیاد بگیریم، کلی لذت ببریم تا بریم سراغ پارت های بعد. خب جمله اول Where's، بچه گفتیم WH دیدین و Where's یعنی همون where is. Where's the check-in for flight to blah blah blah. اینجا میتونه اسم شهر باشه یا کشور. خب بچه ها check-in اول چیه؟ اول من یه هایفن در وسطش بذارم. خب چکین کجاست؟ بچه چکین فرودگاه جایی هستش که قسمت بازرسی، یعنی شما میرین بازرسی تو میکنن بعد میرین از گیت رد میشین. خب به اونجا میگیم چکین. حتی اگر که وارد فرودگاه بشین اون بالا رو ببینین نوشته چکین، چکین نوشته. خب حالا اومدین وارد فرودگاهی شدین که قبلا توش نبودین، میخوایم بپرسین که ببخشید این قسمت بازرسی شهر یا مثلا پرواز فلان کجاست؟ مثلا پرواز فرانسه. مثلا میریم به طرف میگیم excuse me sir، ببخشید آقا، excuse me ma'am، ببخشید خانم، ma'am خانم، sir آقا، excuse me ma'am، excuse me sir. Where's the check-in، بازرسی، قسمت بازرسی. Where's the check-in for flights، flights پارت اول بود، پرواز، flights پرواز ها، for flights to France، بخش بازرسی پروازهای فرانسه کجاست؟ Where's the check-in for flights to France? 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 Check-in یا بخش بازرسی. بخش بازرسی پروازهای فرانسه کجاست؟ پس وارد فرودگاه شدیم، نمیدونین چکین کجاست، یه آقا میبینین یه خانم میبینین میگین excuse me sir، ببخشید آقا، excuse me ma'am، یا ببخشید خانم. Where's the check-in for flights to France? Where's the check-in for flights to France? بخش بازرسی پروازهای فرانسه کجاست؟ اینجا میتونه هر شهر یا کشوری باشه که تو ویدیو شهر کشور براتون توضیح دادیم. شماره دو. بچه شماره دو، من مطمئنم که هر وقت که رفتین اونجا پاسپورتتون نشون بدین که شماره پرواز اینا رو بهتون، یعنی شماره صندلیتون رو بهتون بدن، پرسیدین اینو میتونم با خودم ببرم تو، اونو میتونم ببرم، کوله پشتیمو میتونم ببرم، فلان چیزامو میتونم ببرم، این اون جمله هست که خیلی خوب میتونین ازش استفاده بکنین. خب can I take my
لپتاپ، حالا من اینجا نوشتم لپتاپ. بچه شما اینجا هر چیزی که بخواین میتونین بنویسین، هر چی. Can I take my چه میدونم iPad؟ Can I take my charger؟ Can I take my wallet؟ مثلا کیف پول. So هر چیزی بخواین اینجا میتونین بنویسین. من نوشتم لپتاپ چون من همیشه لپتاپ بخونم من. So can I take my laptop؟ میتونم لپتاپمو با خودم ببرم. In my hand baggage. بچه ها هند که میشه دست، بگیج که میشه کیف، بگیج، هند بگیج، کیف دستی، هند بگیج، کیف دستی. Can I take my laptop؟ میتونم لپتاپمو با خودم ببرم. این در my، برای من که بعد اولینو معنی کنیم بعد اینو. در کیف دستیم، on board، تو پرواز. آها، لغت خوب، در یا داخل پرواز. بچه ببخشید من خط فارسی یه مقدار بندری میزنه دیگه، چه برسه بخوام رو تخته بنویسم. سو به بزرگی خودتون بچه ببخشید. سو در داخل پرواز، on board. بچه board، board معمولا میشه همون فضای داخل هواپیما که میگیم پرواز ما به فارسی. سو can I take، میتونم ببرم. Can I take my laptop, my jewelry، جواهراتم، my watch، my iPad، iPadم، هر چیزی. In my hand baggage، در کیف دستیم، on board، در پرواز. Can I take my laptop in my hand baggage on board؟ خب حالا بچه ها براتون راحت کنم، کوتاه بشه. گفتیم پرانتز گذاشتم یعنی چی؟ یعنی آپشنال، میتونی بذاری، میتونی نذاری. اینو ورش دار، ببین جمله هیچ تغییر نمیکنه. Can I take my laptop on board؟ Can I take my laptop on board؟ میتونم لپتاپمو خودم ببرم تو پرواز. Can I take my iPad on board؟ Can I take my guitar؟ گیتارمو. Can I take my violin؟ ویولونمو. Can I take my laptop? Can I take my guitar? Can I take my violin on board؟ ببرم تو پرواز. یا اصلا مثلا یه چیزی مثلا نشون میدی بهت، مثلا میگه که can I take this on board؟ میتونم اینو ببرم تو پرواز. Can I take this on board؟ اصلا اسمش هم نگو، اشارهش کن. Can I take this on board؟ یا گیتار تو نشون میدی. Can I take this on board؟ میتونم اینو ببرم تو پرواز. So can I take blah 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 on board؟ میتونم ببرم blah 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 رو تو پرواز. جمله سوم خیلی کاربردی بود. جمله سوم، اوف بچه من از این جمله، it's like a nightmare to me، شبیه یک کابوسه این جمله برای من. It's like a nightmare to me، شبیه یک کابوسه. nightmare یعنی کابوس. Your baggage، ساک شما، your baggage، ساک شما is، has a little، یک کوچولو overweight، اضافه وزن داره، یک کوچولو سنگین هست. بچه واقعا این جمله خیلی بده، به خصوص پروازهایی که با مثلا از اروپا میاد یا مثلا از جای کشور دیگه که مثلا البته فکر میکن، البته که نه اصلا اروپا ربطی نداره، شما پروازت از هر جا بشینه باید به دلار و یورو اضافه بارتو پرداخت بکنه، اونم با این وضعیت. هیچی دیگه بس نکنید و overweight نباشه. So your baggage، ساک شما، is a little، بچه little نوشته میشه little یعنی کوچیک، a little یه کوچولو، American accent خوشگلش a little، little little انگار دیه little. Your baggage، baggage no baggage، your baggage is a little overweight، overweight ب و. Your baggage is a little overweight. Your baggage is a little overweight. ساک شما یه ذره اضافه بار داره، اضافه وزن داره. اوکی. بعد میاد بعدش چی میگه؟ بدتر، جمله بدتر. You have، شما داری 10 kilos، 10 کیلو of excess weight. 10 کیلو اضافه بار داری. Excess weight، اضافه بار. You have 10 kilos of excess weight. شما 10 کیلو اضافه وزن داری، یعنی اضافه بار داری. پس اولش میاد میکشتش، میگه ببخشید excuse me ma'am، your baggage is a little overweight. یه ذره ساکتون اضافه بار داره. بعد میگه که oh
You have 10 kilos of excess weight. شما 10 کیلو اضافه بار داری. So 10 kilos, 10 کیلو. بچه ما کیلو رو تو انگلیسی جمع میبندیم. نمیگیم کیلو. مثل فارسی که میگیم 10 کیلو. اونا میگه 10 کیلوها. چون هر عددی که از یک بیشتر باشه اسمش جمع میشه. So you have, تو داری 10 kilos, 10 کیلو of as excess weight اضافه بار اضافه وزن اضافه وزن که وزنش وزن خودت نیست وزنونه ساکته your baggage so you have 10 kilos of excess weight 10 کیلو اضافه بار داری تسلیت میگم بهتون واقعا چون نمیدونم برای هر یک کیلو اضافه بار چند یورو باید پرداخت کنیم ولی دیگه بریم از خودتون بریم 10 کیلو چقدر میشه too much واقعا خب بعد حالا شما اون وسط شوک شدی مثلا داره هی این جمله ها رو بهت میگه یک تیری تو قلبت داره میخوره بعد میگی که جو آب دهنتو پر میدی دیدی کارتونا رو صدا میدن یه همچین صدایی میگی که excuse me ببخشید will I have to pay for the excess weight من باید پول اضافه وزن رو بدم will I have to pay آیا من باید پرداخت بکنم for the excess weight برای اضافه بار؟ نه پس بفرمایید بریم پولشم ندید So, will I have to pay for the excess weight؟ بعد برای اضافه بار پول پرداخت بکنم پس اون چی گفت؟ شروع کرد گفت Your baggage is a little overweight You have 10 kilos of excess weight بچه ما در حالی که آب دهنتو قورت میدی و به افق خیره شدی میگی Will I have to pay for the excess weight؟ Will I have to pay for the excess weight? بچه توی یکی از ویدیوهامون توضیح دادیم بهتون براتون که have to رو چجوری سریع تلفظ بکنیم چه have to So will I have to pay? Will I have to pay for the excess weight? Will I have to صدا شوائه Will I have to pay for the excess weight? Will I have to pay for the excess weight? Yes, sir. بله آقا. Yes, ma'am. بله خانم. حالا میخوای بپرسی که چقدر باید برای excess weight پرداخت کنم؟ خیلی آسون. آقا این جمله رو داری؟ یه how much به اولش اضافه کن. تموم شد و رفت. How much will I have to pay for the excess weight? چقدر باید برای اضافه بارم پرداخت کنم پس آقا یه how much به اولش اضافه کنی معنیش عوض میشه به این که چقدر باید پرداخت بکنم How much بچه how much جداه ها من موریز و کوچولو نوشتم که جاشه So How much will I have to pay for the excess weight چقدر باید برای اضافه بار پرداخت بکنم هیچی برو هر یه کیلو مثلا میگیم 10 دلار میشه 100 دلار you have to pay 100 dollars you have to pay شما باید پرداخت کنی 100 dollars 100 دلار خب بچه اینو جمله بعدی رو زیاد میشنوین از کی از اون کسی که پشت مایک حرف میزنه Your attention please حواستون جمع کنین یه لحظه یه دقیقه حواسا به من یعنی اون Your attention please بچه attention صدای شوا داره ویدیو شوامون رو ببینین اگه نمیدونی شوا چیه So your attention please یه دقیقه حواسا به من حالا اینجوری نه ولی یعنی حواستون رو جمع بکنید معمولا وقتی که در شماره پروازتون رو میگن اینو میگن خب بریم سراغ جمله 6 که آسون بود جمله 7 passengers for flight ZX مسافران پرواز بعد اینجوری میگن مسافران پرواز صداش تام اینجوریه passengers for flight ZX 1-2-3 to France مسافران پرواز ZX 1-2-3 to فرانسه به فرانسه should proceed to gate 17 باید برن به سمت یا وارد گیت 17 بشن
برن سمت وارد ورود کنن به گیت 17. So passengers for flight ZX123 to France should proceed to gate 17. مسافران پرواز ZX123 به فرانسه باید وارد باید وارد گیت 17 بشن. برن به سمت گیت 17. خب حالا این جمله رو شبیه مهمان داره که نشبیه اون اونایی که اونجا کار میکنم. Passengers for flight ZX123 to France should proceed to gate 17. Was it good? خوب بود اصلا؟ نمیدونم چرا اینجوری صحبت میکنم، ولی فکر کنم واقعا بهشون یاد میدن، چون تو حالت عادی آدم اینجوری حرف نمیزنه. Your attention please. Passengers for flight ZX123 to France should proceed to gate 17. It's awful. خیلی افتضاحه. I don't really like it at all. واقعا خوشم نمیاد. Okay. So این یعنی چی مسافران پرواز فلان برن به گیت حالا شماره هرچی. خب آها این خبر بد و ناراحت کننده است برای کسایی که مسافرن. میگه take off. بچه‌ها گفتیم take off یعنی بلند شدن، land in یعنی نشستن. اوکی. Take off یعنی بلند شدن پرواز. Has been delayed به تأخیر افتاده است. کلش یعنی به تأخیر افتاده است. For 30 minutes. Take off پرواز یعنی بلند شدن پرواز فلان، مثلا پرواز حالا هر شمی ZX فلان. Has been delayed for 30 minutes. 30 دقیقه یا نیم ساعت به تاخیر افتاده. Take off has been delayed for 30 minutes. مثلا take off to France has been delayed for 30 minutes. Take off بلند شدن پرواز فرانسه 30 دقیقه به چیز افتاده، تاخیر افتاده. خب بعد حالا مثلا شروع میکنه، شما میره از اون خانم برسه میگه why، ببخشید چرا، میگه the plane هواپیما is delayed by fog، به خاطر مه به تاخیر افتاده. پس شما میشنوید میگه your attention please take off has been delayed for 30 minutes، پروازتون 30 دقیقه به تاخیر افتاده. شما میره میگه excuse me why، ببخشید چرا، the plane is delayed by fog، fog یعنی مه. Yeah, the plane is delayed by rain, by snow. هر چیزی. By storm, طوفان. Storm, طوفان. پس پرواز به خاطر fog, مه، rain, باران، snow, برف یا storm, طوفان به تأخیر افتاده است. The plane is delayed by fog. خب. شماره 10. آها حالا پروازتون دیلیش رو کرد و الان اومد، دارین وارد میشین، چیکار میکنین توی مرحله؟ تیکتتون رو بچه‌ها نشون میدین که وارد بورد بشین، وارد هواپیما بشین. چی میگه بهتون؟ اون خانومه میگه your boarding card please یعنی کارت پرواز. boarding card your boarding card please بچه‌ها وقتی میخوایم به یکی یه چیزی به یکی بدین میگین here you are. مثلا اینو اون به شما میگه، شما در جوابش میگین here you are بفرمایید. So your boarding card please here you are. شما میگین بفرمایید here you are. So here you are یعنی بفرمایید. مثلا یکی به من میگه can I have your marker please، میتونم مارکر تو داشته باشم، میگم oh yeah here you are، بعد بفرمایید here you are. So boarding card گفتیم جیه تلفظ نمیشه. خب حالا یا یهو داریم میرین تو، زنه به اصلا خیلی کم پیش میاد اینو بگن دیگه، میگه که ببخشید excuse me you can، شما میتونی carry handle بکنی just one briefcase، فقط یک ساک، مثلا باز همون ساک دستی، ساک سامسونت، with you on board، فقط یه ساک با خودت میتونی ببری تو پرواز on board. So یهو داریم میرین تو، میگه wait ببخشید بایستین excuse me you can carry just one briefcase with you on board، با خودتون
تو پرواز. بریف کیس هم همون میتونه بگج باشه، میتونه همون هند بگج باشه، ساک دستی، ساک سامسونت، هر چیزی. You can carry، میتونین هم بکنین. Just one briefcase with you on board، فقط یه دونه ساک دستی با خودتون میتونین ببرین توی پرواز. خب بچه ها، اینم از 11 تا جمله دوم جملات کاربردی تو فرودگاه که اگه یادتون باشه پارت اول راجبه بلیط و اینا بود، این پارت راجبه هواپیما بود، چیزایی که میشنوین، چیزایی که میگین، جملات کاربردیش. و اما همراه ما باشین برای ویدیو سوم که قراره بعد از پرواز یا حتی اتفاقاتی که تو پرواز ممکنه براتون بیفته یا جمله هایی که ممکنه بشنوین رو بهتون یاد بدیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ما رو لایک کنین، برامون کامنت بذارین، ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنین. و اگر جمله هایی مد نظرتون هست که ممکنه تو فرودگاه، تو خرید بلیط یا هر چیز دیگه پرسیده بشه و ممکنه ما کاورش نکرده باشیم، البته نمیشه بچه یه عالم جمله رو کاور کرد، ما معمولا مهمترین رو میگیم، اما اگر شما جمله میدونیم یا میخوایم بدونیم به انگلیسی چی میشه، حتما برای ما کامنت بذارین فارسیشو، ما انگلیسیشو بهتون میگیم، جملات رو تمرین بکنین. جزوه های ما همش به صورت کامل توی چنل تلگراممون هست که لینکش توی دسکریپشن همیشه وجود داره، میتونین اونجا جوین شین، جزوه ها رو ببینین، خیلی بیشتر لذت ببرین از پروسه یادگیریتون، چون تمرین نباید فراموش بکنید بچه، تمرین. یعنی هر چقدر من بیام اینجا براتون درس بدم و عدد بار دارم، تا تمرین نکنید چیزی یاد نمیگیرین. چرا یاد میگیرین ولی خیلی کم. بعد این که به حرف آخرمون بچه ها، من همیشه بهتون میگم پیشنهادات خودتون رو به ما بگین، حتما حتما من به پیشنهادات شما خیلی فکر میکنم، خیلی دقت میکنم، خیلی به کامنتاتون نگاه میکنم، به خاطر اینکه دوستم ویدیوهایی که براتون آماده میکنم همون ویدیو باشه که شما دوست دارین و ازش لذت میبرین. پس ما رو در جریان نظرات خودتون بذارین. تا ویدیو بعدی، بابای.